در گوشه ای از دنیا که به سرزمین پارس مشهور بود، مردمی زندگی می کردند که مدعی فرهنگی به قدمت 2500 سال بودند. فرهنگ و مردمی که از حمله چنگیزخان و آتش سوزی کتابخانه های بزرگ رو تا ملی شدن صنعت نفت به یاد می آوردند، اما یادشون رفته بود که با ملی شدن نفت گاهی خودشون و یا حتی اینترنتشون هم ملی میشه. دریغ از این که مصدق سالها بود ترکشون کرده بود. و بدین گونه بود که وقتی حبابی از اکسیژن به نام اینستاگرام و تلگرام در بطری آبی به نام مام وطن یافت شد، ملت دست و پای خودشون رو گم کردن و گاهی خودشون رو هم به اشتراک گذاشتن. البته منظورم عکس ها و ویدوهاشونه. در این هیاهو برخی خواسته و ناخواسته مشهور و منفور شدن. بعضی ها یک شبه سوپر استار و بعضی ها یک روزه میلیونر. بعضی ها جونشون رو برداشتن و در رفتن و بعضی ها دوباره برگشتن. خلاصه بلبشوی بود. یکی میرفت و یکی میومد. یکی معروف میشد و یکی منفور. یکی متهم میشد و یکی مفتخر. و این گونه بود که ما به عجب افتادیم که چگونه است که این گونه است. جستیم تا بیابیم یکی از عناصر این جدول تناوبی را که این حجمه رفت و آمد رو به جولانگاه خودش تبدیل کرده بود. و یافتیم دوستی به نام وحید خزائی را که از او بپرسیم که چه شد که این گونه شد، تا که آرام گیرد این ذهن پرسشگر ما. راستی مثل همیشه اول قصه یادم رفت، خودتون میدونید، یکی بود یکی نبود غیر از خدا. بگذاریم، این شما و این هم وحید خزائی قربانی این حجمه بی هیاهو. تک تک بیننده های گل تلویزیون دریملند، من بهارم و امروز با برنامه تاپ 10 نه با برنامه گفتگو در خدمتون هستم. یه گفتگوی ویژه داریم با وحید خزائی عزیز. سلام وحید جان. سلام بهار جون، خوبی عزیزم؟ قربونت برم، تو چطوری؟ فدات بشم، دورت بگردم، منم خوبم، شکر خدا، میگذرونیم دیگه. شما چه خبر؟ سلامتی، سلامتی، همه چی اوضاع رو به راه شکر خدا میزنیم. آره یه وقت یه مقدار سخت بود یه روزایی، الان اوکی تر شده. 100% همینطور. سلامتی بایی جان، سوالا رو میخوام خیلی خودمونی و دوستانه بریم جلو. اول از همه میخوام از برای بچه‌ها یه کوچولو از بیوگرافیت از قبل تا روز الانی که هستی، چند سالته، متولد کجایی و اینا رو برامون بگی. من 6/5/1364، 31 سالمه، بچه تهران سعادت آباد. عرض به خدمت شما که سر اون داستانای گذشته که گوشیم گم شد و عکسامو دست به دست چرخوندن و فلان و بیسار اینا، یه شکل وحید خزائی شکل گرفت تو تلگرام، به سر تلگرام. بعد با اون داستانایی که برام پیش اومد و حالا دیگه میخوام از گذشته رو زیاد بازش کنم، دیگه به سر تلگرامی همه شناختن. من اومدم ترکیه، من ترکیه رفتم پناهنده شدم UN به چیزهای غلطی که راهنمایی غلطی که دو سه تا دوستای دوروبرم بودن، من راهنمایی غلط کردن رفتم سمت UN. این سه ماهی که تو UN بودم فوق العاده روزای بدی بود، فوق العاده روزای سختی بود. تو یکی از شهرهای بد ترکیه منو فرستاده بودن، چون سازمان بین الملل یه شهری رو به شما میگه باید تو اون شهر تا وقتی که کارات اوکی شه از اون شهر بیرون نیایی، اصلا بخوای بیای بیرون دو ماه یه بار باید بری مرخصی بگیری از اون شهر بری بیرون، چون هر هفته یا بعضی از شهر دو هفته یه بار باید بری اونجا امضا بذاری. خلاصه که بهار جون قربونه، تو این سه ماه من چیا که کشیدم، خیلی بد بود، تا اینکه تصمیم گرفتم یونمو کنسل کنم و اومدم استانبول. یونمو کنسل کردم، اومدم استانبول، یه اقامت گرفتم، حالا به کمک چند تا از دوستام اقامت ترکیه گرفتم. و عرض به خدمت شما که چون من پاسم نداشتم قاچاقی اومده بودم، خیلی سخت بود. الان اقامت ترکیه رو داری؟ آره، الان اقامت ترکیه دارم، از یوه هم خارج شدم. اوکی. وحید یه سوال، گفتی که به راهنمایی چند تا از دوستان از ایران خارج، یعنی خودت با میل خودت نیومدی بیرون؟ نه اصلا، یعنی ببین من خب تازه اومده بودم ترکیه، عرض به خدمت شما که
یه مشاورای خیلی بدی من دادن، گفتم وحید میری اینجا این پرونده‌ای که واسه تو شد درست شده کیس بهش میگن، کیست هم خیلی خوبه دیگه، نهایت دو ماه سه ماه میری دیدی که من تازه اومد دادم ترکیه یه پست گذاشتم، همون احسان علی خانی من دعوت کرد تو برنامه‌اش، من نبودم دیگه. خب بعد دو روز بعدش که مثلا همون روز دومه که رسیدم ترکیه احسان من دعوت کرد دیگه، من پست گذاشتم گفتم رفتم یو ان ای شدم و بعد کمتر از دو ماه میرم آمریکا، حالا بشین تا بری آمریکا تا دو ماه. بعد خیلی سختی کشیدم دیگه، یه مصیبتی های واقعا چه روزای سختی، فکر نکنم تا آخر عمرم یادم بره، خیلی عذاب کشیدم به خدا. وحید گفتی احسان علی خانی از دعوت کرد، اگه ایران بودی میرفتی تو برنامهش؟ همین الان با کله ما عاشق آقای علی خانی هم و مطمئن بودم اگر مثلا از ایران خارج نمی‌شدم می‌رفتم برنامه علی خانی عزیز کارام حل می‌شد، مطمئن بودم که حل می‌شد، ذهنیت‌ها عوض می‌شد، چون ببین از من یه دونه دیو بد ساخته بودن، یه شخصیت خیلی منفور و بد، کار نکرده، آش نخورده و دهن سوخته، خدا شاهده به خاک بدم من یه دونه عکس پخش نکردم، من بد ضربه خوردم. اومدم توی ترکیه تو اون شرایط خیلی سخت 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 که فقط همه تو اینستاگرام خنده های من دیدن. خب من پارسال تو اربعین آقا امام حسین یه نزدی کردم گفتم خدای کار ما رو درست کن، من رو دیگه الان اکثر هم میشناسن، کار میکنم بتونم لبخند رو لبای خیلی ها بیارم و موفق بودم. حالا به هر واژه هایی که من نسبت دادن رد داده دیگه نمیدونم دیوونه است از اینجور حرف ها، که ولی کسی از دل خودم خبر نداشت تا اینکه تونستم اون شخصیتی رو که تو ایران از وحید میشناختم الان به این وحید خزایی برسونم که خیلی مطمئن دوستم دارن، خیلی ها به این محبت دارن، واقعا فالوورای عزیزم تو اینستاگرام من این برادر کوچیکشونم، بارها بارها به این ثابت کردن تو روزای اوج سختی من تنها نذاشتم، هم قصد هم داشتم من دلداری دادم. خلاصه سه ماه من با اینا قشنگ الان چهار رفتیم تو ماه چهارم، ولی اون سه ماه سخت هیچ وقت یادم نمیاد، قشنگ زندگی کردم من برایش چیکار کردم، دنس میکردم، آشپزی میکردم. ببین بی‌حاشیه به اون وحید خزایی که تو ایران بود، خب حالا دختر بازی و فلان و اینا خب همه میکنن، شما الان تو اینستاگرام برید ببینید دارید میبینید، همه دارن میبینن چه عکسایی چه عکسای مبتذل در از اون چیزی که از ما پخش شد همه گذاشتن، مال ما بد شانسی ما بود دیگه. بعد عرض خدمت به جای اینکه مثلا خب اگر من همون شخصیتی که مردم از من میشناختن خب بعد بیام ترکیه هر روز عکس با دختر، هر روز یه دختر، هر روز من چجوری سر خودم گرم کردم تو خونه آشپزی کردم دنس کردم، یعنی با مخاطب و فالوورای اینستاگرام زندگی کردم. یعنی اون وحید خزایی که پارسال تو ایران بود و تو خودم قشنگ کشتم، الان یه وحید خزایی همه شاداب دارم میبینن، یه وحید خزایی پر انرژی دارم میبینن، یه وحید خزایی دارم میبینن که با کسی کاری نداره، خیلی ها باش کار دارن تو این مجازی، من بیهاشی هم سرم تو لاک خودم اصلا با کسی کاری ندارم، ولی خب همه هم اکثرا با ما کار دارن، چون این روز هرکی میخواد که یه مقدار توجهات بره سمتش دیگه خودتون میدونید یه وحید خزایی بگه حله. وحید فالوورات بیشتر خانم هم یا آقا؟ هم خانم هم هم آقا هم دیگه مصابی. ولی خب هم خانم هم آقا هم حتی بچه های 6 ساله 7 ساله عمو وحیدشونم. گوشی تو چقدر دوست داری وحید؟ همیشه پیشته؟ آره گوشی من آنلاین ترین فکر کنم فرد این اینستاگرام باشم، آره همیشه پیشمه. تا حالا وحید با هیچ کانالی مصاحبه نداشتی نه؟ اصلا ببین بها جون شبکه مهتون میخواست با هم مصاحبه کنه تو اسکایپ، ولی خب این قضیه مال دو ماه پیشه، خودم دوست نداشتم، خودم دوست نداشتم، از شبکه جم درخواست داشتم بازم اونم دوست نداشتم. حالا شخصیت شما برنامه شما شخصیت خیلی برام عزیزه و اینکه برنامه‌تون هم خودمونیه دوست دارم، یعنی تو حاشیه نیست، دوست داشتم و ممنون که دعوت کردین، من پذیرفتم. نه با هیچ از این مصاحبه هیچ چیزی نداشتم، ولی پیشنهاد مثلا مصاحبه کنم فلان کنم تو فلان شبکه برم فلان خیلی دارم خیلی زیاد. باید یه چیزی، وقتی که بچه ها تلویزیون شنیدن که من میخوام باهات مصاحبه کنم خیلی ازم انتقاد کردن، میخوام بدونم چرا؟ متوجه نشدم بابا جان. وقتی که اعلام کردم که تو تلویزیونمون میخوام با وحید خزایی مصاحبه کنم خیلی از بچه ها اومدن این بر اومن کامنت که
دلیل مصاحبت با وحید خزایی چیه؟ خیلی انتقاد کردن، میخوام بدونم نظر تو چیه؟ انتقاد کننده هست، همیشه هست. مثلا یک سری آدم ها هستن که همیشه فقط کارشون انتقاد کردنه، یعنی ای و ایراد خودشون رو کسی نمیدونه، دوست دارن راجع به همه چی انتقاد کنن، نظر بدن، فلان بدن. ولی شما مثلا اینو ببین که اون هفته من خب شما آشپزین فول شده عالی شده، خب وسایل دنبال میکنی که قطعا میکنی، بعد فالوورام گفتم بچه‌ها برید تو پیج من و تو بگید وحید خزایی دعوت کنید بفرمایید شما. من و تو دیگه نهایت چیز کامنتی که زیر پستاش میگه 300، ببین تا 4 5 روز شبکه من و تو رو عشقای من، اینی که میگم عشقای من واقعا عشقای من، ولنکه مثلا زیر هر پستش میرفت 5000 تا کامنت وحید خزایی دعوت کن با هشتگ. خب شما اینا رو ببین، انتقاد کننده همه جا هست، یعنی شما مثبت ترین و بهترین و مهربون ترین و کار درست ترین آدم تو کره زمین هم باشی، بازم یه سری هستن که کاری جز انتقاد از دست شما دوست دارن همیشه انتقاد کنن. ولی خب من خیلی انتقاد پذیرم. خب شاید یه سری ها بگن خب وحید خزایی مگه هنرمند، وحید خزایی مگه نمیدونم تحصیل کرد، نمیدونم دکتر بوده، چی بوده، چی بوده که شما تصمیم گرفتین با وحید خزایی مصاحبه کنین؟ خب من اول صحبتم گفتم وحید خزایی مثل خیلی ها نرفت خودش رو یکی بلا سر خودش بیاره که فالوور جمع کنه. منو دست به دست مردم ایران عکسامو پخش کردن، شخصیت وحید خزایی درست کردن. خب خودم واسه این که مثلا وحید خزایی بشم، نمیدونم اینجوری معروف بشم، اینا اصلا من کاری نکردم، من اصلا دنبال این داستان نبودم که زندگی من چرخون، قشنگ زندگی من چرخون. اینه ای که انتقاد میکنم مثلا چرا وحید خزایی، ببخشید چرا وحید خزایی مثلا چیز میکنی، خب اینم جوابشون دیگه، خودتون وحید خزایی رو وحید خزایی کرد. دقیقا. وحید جان عکسات دونه دونه درست بود؟ هیچ کدوم دستکاری شده نبود که بگی نه این من نبودم؟ یعنی 100%؟ نه 100%ش درست بود. خیلی خوب. وحید الان دوست داشتی ایران زندگی کنی یا اینکه نه خارج از کشور، حالا هر کشوری، ترکیه نه، امریکا، استرالیا، کانادا؟ من خدا شاهده اگه بخوام برم امریکا نه طریق یوان، اینو الان دارم میگم، اون موقع داغ بودیم دوستامون گفتن جو یه شور حسینی ما دادن، گفتم وحید شو تو دو ماه سه ماه، ولی الان بخوام اینقدر مثلا دوستای خیلی خوب پیدا کردم تو کمتر چه روزی ما، مثلا این طریقه میتونم خودم با امریکا برسم. انگلیسی که شما همین الان دارم با شما صحبت میکنم، همین الان گوشی رو قطع کنم فردا شب، نه پس فردا صبح انگلیسم، یعنی بخوام برم کشورهای دیگه خیلی خوب برام راحته، خیلی خوبم راحته، ولی اینکه اینجا موندم که اگه ایشالله کارم درست شه برگرم ایران. من عاشق ایرانم جدی، من یعنی عاشق ایران، به خدا من میمیرم واسه وطنم. و اگه دقت کنیم اینه درست خارجم، ولی خب اینه شهروند ایرانی در اینجا زندگی میکنم، یعنی تابع اصول اون بر، چون من اون بر بزرگ شدم، اون بر دوست دارم، هیچ جای دنیا رو با ایران عوض نمی کنم، هیچ جای دنیا. حالا یه لابیایی زدیم ایشالله اگه اوکیشه برگردم ایران، اگر نشه که وحید خزایی از بغل ایران تکون نمیخوره، حالا یا ترکیه هست یا یک کشور دیگه، همین جاست دیگه، همین دورو بر میمونی. آره. از زندگی روزانت بگو، چی کار میکنی از تو؟ زندگی روزانت کلن گذاشتیم کف این اینستاگرام دیگه، وحید خزایی از خواب بلند میشه با صبحشو با خودش شروع میکنه، اولین پستش عشقا چطور قربتون، من براشون احساس میگم، آرزوی روز خوبی رو میکنه، روی شادی میکنه، اگه حال داشته باشم ناهار درست کنم پست میکنم میذارم اینستاگرام. کار روز من فعلا که بیکام، این 4 ماه نیمی که اینجا هم من نه تبلیغی تو حالا تو پیجم کردم، همونو میخواستم بپرسم، انقدر بهار پیشنهاد تبلیغاتی به من داره میشه، ببین خیلی زیاده، یعنی اگه من میخواستم بزنم تو کار تبلیغ خیلی الان خیلی دعوت‌های خیلی زیادی داشتم، ولی خب من هیچ وقت نخواستم از عشقام سوء استفاده کنم، تبلیغ کنم. زندگی روزمره‌ام قشنگ بلند میشم، این ور میرم، اون ور میرم، خرید میرم، حتی جو ترکی یاد نگرفتم، یعنی نخواستم یاد بگیرم، یعنی همینجوری منظورم رسوندم. اگه تو پستام ببینی از ترکیه آبی چطوری اینجور چیزا رو،
قشنگ زندگی که دارم میکنم و گوشتم کف اینستاگرام. مثلا اگه الان یه پست بذارم 2 ساعت دیر کنم برای عشقام دایرکت هم میتره کنم. بعد کجا ایده چی کار میکنی؟ رفتی فلان چیزو بخریدی، خریدی اندازه بود، نمیدونم همه چی. مثلا قشنگ داریم روز این یه سریال ان قسمتیه و این فضایی واسه دقیقا و هر لحظه هم مخاطبه، یعنی دنبال کننده های خودم رو دارم، خیلی هم دوستشون دارم. و اینم بگم مثلا بحث فالوئر و این دو چیزا نیست، فالوئر من نمیدونم الان 500 تا به خدا اصلا خیلی کم دقت میکنم، ولی عزیزترین دوستا و صمیمیترین دوستای من فالو نکردم. ولی خب ویو نگاه کنی، لایک کنی و کنی، متوجه میشی که یه چیز خیلی خیلی زیاد. من میدونم فالوئر واقعی این چیه و اینکه من خاک پای عشقامم، خیلی دوستشون دارم. یعنی من بعضی موقعا تو بعضی از پستا که خیلی یه ذره خلوت میشه میرم جواب کامنتشون رو میدم، نمیدونم دایرکت تا میتونم جواب میدم. اگه پیجشون باز بشه لایک داریم با هم زندگی میکنیم و اصلا نباید خودم، من کسی نیستم که بخوام خودم بگیرم و هم واسه همین دوستم دارم، میدونی خودم هم دقیقاً خودم، زیرو روی ندارم واسه که دقیقاً خود خودم هم. دقیقاً میتونم بپرسم منبع درآمد تو این چند ماه که ایران نبودی از کجا بوده؟ از جیب خوردیم بارجون. پس حسابی وضع خوب بوده؟ نه والا وضع اونم آنچنانی خوب نبوده، ولی خب هر کسی یه کاری داشته. من کارم تو ایران خوب بوده، کارم عالی بوده دیگه، سعی نکردم مثلا چیز کنم، کاری رو شروع کنم. کار چی بود وای تو ایران؟ کار تو ایران چی بود؟ یه کار آزاد دیگه، مثلا میتونی بگی ساخت و ساز. خیلی عالی. خب بالاخره تموم میشه یه روز هر چی که باشه. آماده کردی خودت برای شروع کاری بیزنسی؟ آره بابا تموم میشه. ببین من اصلا ببین خیلی خاکی دارم زندگی میکنم خب، ولی اگه مثلا اون خرج کردم که مثلا بخوام نشون بدم فلان خیلی بده، مثلا میگن داره خودش فلان میکنه بیزار میکنه. یه وقتایی بود من ببین خداش تخم مرغ درست میکنم، عشق آمندم تخم مرغ میخورم، یا اصلا غذای آنچنانی درست میکنم بازم دوست دارم آنچنانی باشه، چون شاید خیلی ها نتونن نداشته باشن و حواس بیفتن، نمیخوام گناه کنم، خیلی خاکی دارم زندگی میکنم و خدا شاهده خرج منم تو این مدت اگه من میانگین بزنم خدا شاهده مطمئنم روزی 1000 لیر خدا شاهده خرجم بوده تو این مدت. درسته و گنج آنم باشه تمام میشه و باید یه کاری رو شروع کنم. یه کاری تو ذهنم هست، من یه کار میخوام شروع کنم، خب اونم کار خودم. اگه قرار باشه کاری رو بخوام بزنم مثلا کار خودمه، حالا کارم ایشالله احتمال خیلی زیاد تو 7-8-10 روز 2 هفته دیگه قشنگ قطعا مشخص میشه و همین داستان ادامه داره. عشقا چطوری؟ من نمیام سر کار. خب امروز تو اگه ایرانم بری همین کارو میخوای بکنی؟ اگه برگردی ایران یا ترکیه بمونی فرق نمیکنه، همین کاری که مد نظرت میخوای انجام بدی همین کار. ببین من نظرم 1 ساله بود، ولی خودش اگه مثلا 2-12-13 روز پیش دقیقاً شب اول محرم پست گذاشتم شما ویو کامنت ها رو ببینید، گفتم آقا نظرم تموم شد اگه اجازه بدید ما بریم واقعا، ولی خب شاید هم نرم چون عادت کم بشه. وحید منتظر جوابی که بری ایران یا نه خودت میخوای برگردی یا منتظری که بهت اوکی بده؟ من خب یعنی کسی رو داری که اونجا بهت خبر بده که بیا الان امروز بیا؟ هر کسی باجون قربونت، هر کسی مثلا یا یعنی داره یه خطی میکنه، انسان جای ذوب خطاست. خب بعد من تنها اشتباهی بود که سه عکس دوشیم داشتم که خب همه میکنن دختربازی، همه دارن میکنن تو ایران، یعنی یه چیزیه که همه میدونن. من دزدی که نکردم، مال کسی رو که نخوردم، نمیدونم آدم که نکشتم فلان. حالا از این فرج میگم از این ور به اون ور فرج، ان شاء الله این ستون به اون ستون فرج، ان شاء الله که یه کاری بشه ما رو مورد عفو قرار بدن برگردم و جبران کنم. امیدوارم به هرچی که دوست داری برسی. وحید نمیگی اگه بری ایران یه موقع به سرنوشت امیر تتلو دوچار بشی؟ حالا اون بنده خدا هم کاری نکرده بود، مثل خودت که میگی من کاری نکردم. فکر نمی‌کنم امیر تتلو هم کاری کرده بود که بخواد این سرنوشتش باشه. من خودم به شخصه یه تایمی بود مثلا وحید قزه نمادم یه آدم چیز بودم، بعد امیر تتلو فالو داشتم تو اینستاگرام، عشق میکردم میرم کار روزانه شو
یعنی قشنگ با اون عظمت و چیزی که داشت همه رو میخندون، خیلی خاکی بود، دوست داشتم. ولی اجازه بدید راجع به امیر تتلو صحبت نکنیم چون دوست ندارم حاشیه‌اش زیاد بشه. ایشالله فقط من تنها کاری که براش میتونم بکنم دعاه. اگه هم دقت کرده باشی من همیشه براش پست پست میزنم ولی دیگه سعی میکنم نذارم از آب آسیا بیفته. ایشالله و خانم فاطمه زهرا کارش اوکی شه و برگرده پیش خانواده‌اش، برگرده پیش تتلیتیای عزیز. امیدوارم. باید یه سال میخوام در مورد یه کلمه ازت بپرسم. بدبختا. بدبخت. این عشقا و بدبختا رو برام توضیح بده. عشقا رو که میدونم. عشقا. عشقا من. دیگه همه میدونم. بدبختا هم. دیگه اگه دقت کنی الان که خیلی کم استفاده میکنم. آره خب مثلا طرف می اومد یه تومار فوش خواهر مادر واسه ما می نوشت دیگه من کوچکترین بی ادبی که بهش میگم بدبختا بود. حالا دیگه بدبختا مش مثلا من خیلی الان هستم میگم وای خدا ببین چیکار نکنه. عشقا چطورین؟ بدبختا چطورین؟ افتاده تو دهن ما اصلا خارج هم نمیشه همش. عشقا چطورین؟ بدبختا چطورین؟ شده کلمه‌های وحید خزایی. آره کسی میمونن توهین میکردن الفاظ خیلی رکیک. بعد دیگه الان خودشو کمتر خودم دارم میگم چون میگم ذهنیت داره برمیگه دوست خیلی دارم پیدا میکنم. مثلا بارها شده یکی این شخصیت های مجازی این اینستاگرام خب که مثلا یه دفعه اسمی اما بردن کسایی که حتی میمدن تو پیج خودم به من توهین میکنم میرفتن طرف رو میشستن میذاشتن کنار میومدن تو پیج من با سر به سر من میذاشتن. خیلی دوستم دارن اینو قشنگ مطمئنم خیلی دوستم. بارها تو سه چهار تا حرکت به هم ثابت کردن عشقای دو آتیشه دارم. دو آتیشه وحید من خاک باشم خیلی دوستشون دارم. از وضعیتی که الان هستی خوشحالی، راضی از اینکه این همه طرفدار داری، هر روز صبح به صبح آب خوردنت هم چک میکنم، خودت راضی هستی و اینکه نظر داجبه اونا چیه، چی کار باید بکنن؟ والا اگه از من بود، اگه میشد برگشت به عقب، اصلا دوست نداشتم این چیزی که الان هستم باشم. خدا شاهده یه زندگی عادی بی سر و صداه. الان یه جورایی مسئولیت دارم میدونی، یه مسئولیت سنگین رو منه. یه تایمی مال خودم بودم، الان مال خودم دیگه نیستم. یعنی دوست داشتی همونجوری سربازی زندگی تو میکردی و عادی مثل همه تو ایران میرفتی میومدی؟ عادی زندگی، آره میرفتم عادی. 200 تا فالوور داشتی و دوستای صمیمیت بودن و دقیقاً. ولی الان دیگه تو چشم زیر ذره بینی و زیرو روی ندارم. من که مثلا زیر ذره این باشم نباشم همینم. وحید خزایی دارید میبینید همینی که هست. پس یعنی اگر برگردی به چند سال پیش، یک سال پیش، این کار انجام نمیدی؟ یعنی سعی میکنی صفر گوشیتو بچسبی کسی ازت سوء استفاده نکنه؟ اصلا اگه برمیگشتم به یک سال پیش هرچی عکس گوشیم داشتم پاک میکردم. یا عکسام پاک نمیکردی میتونستی از ایران خارج نشی، بمونی ببینی چی میشه، خیلی عادی میتونستی زندگیتو بکنی، شاید هیچ اتفاقی نمیفته. اصلا کلا با این تجربیاتی که دست کم اصلا عکس گوشی نگه داشتنش اشتباهه. آقا میخوای عکس رو نگه داری برو لپتاپی چیزی بذار تو خونه، تو گوشی هر آن احتمال داره گم بشه. آره دیگه دوست داشتم وحید یه زندگی عادی که همه دارم. ولی خب ببین من دارم خودم وقف میدم. الان یه ماهه قشنگ، یه ماهه که برام جا افتاده وحید خزایی واسه خودم چون جانه. الان یه ماه جا افتاده که وحید خزایی دیگه وحید خزایی آدم چیز نیست. میگم یه ماه بعد از این همه داستان و بعد یه ماه قشنگ به خودم جا انداختم. ایشالله که بهش عادت کنم. آره بعد باش عادت. یعنی وحید خزایی امروز فرقش با وحید خزایی دو ماه سه ماه پیش یا یک سال پیش چیه؟ وحید خزایی امروز آشپزیش خیلی خوب شده. وحید خزایی امروز آشپزیش خیلی خوب شده. وحید خزایی امروز اگه سه ماه پیش تو اینستاگرام کسی بهش حرفی میزد سریع واکنش نشون میداد، سریع دعوا را مینداخت، سریع جواب میداد، سریع فلان میداد. وحید خزایی اون روزا کسی کامنت بد میذاشت
واکنش باز نشون میداد، ولی کامل ببین تنها کسی، ببین هیچ احد و ناسی تو اینستاگرام کوچکترین بی ادبی هم ندیدی، من تنها بی ادبی کم بدبخت. خب و اینکه خیلی آرومتر شدم، خیلی سنجیده تر دارم رفتار میکنم، خیلی حاشیه‌مو کمتر کردم که خیلی آرومتر شدم نسبت به اون موقع. و الان شاید مثلا خیلی تو شاید سخت، شاید سخت که نداره، ولی خب مثلا شاید سخت هم دوری مامانم، مامانم میتونم بیارم اینجا ببین، ولی خب شرایطی که خودم میخوام مامانم باشه اینجا رو فعلا نمیبینم، صلاح نمیبینم که مثلا مامانم بیاد فعلا. مامانم خیلی دم برش نشده خواهرم، و از سخت این روزه من همون من گریه های من و با عشقه من با گریه من بارها گریه کردم، با گریه های من گریه کردم، با خنده های من خندیدم، ولی در کل و این خضایی الان با سه ماه پیش آرومتره، سرویزیتره، افتاده تره. و این پارتی هایی که میری، مهمونی هایی که اونجا خب نزدیک ایران زیاد، کنسرت و کلاب و پارتی ایرانی هست که میری 100%، شب برای مثلا پر کردن وقتت. دیدم که خیلی از خواننده هایی که بودم میبینی، شهره عزیز، شهرام کاشانی، چجوری بود برخوردشون با تو؟ ببین ما برنامه کنسرت شهره رفتم، خدا شاهده مثلا نمیدونم 1000 نفر بودن، چند نفر بودن، خود خانم شهره میگفت وحید خزی، خود من نشتم، خود میگفت بعد که مثلا دید همه خیلی عجیب غریب دارم با من عکس میگیرن، گفتش که به شما میگم وحید خزایی داستان چیه، گفتم اینجوری و اونجوری و فلان و بیسار، گفت چقدر خوبه که الان محبوبی، من دارم میبینم این همه دارم باهات عکس میگیرن، مثلا این کلاب که میگن ایرانی که باشه خدا اینجا بهم لطف دارن، خیلی با هم اوکی عکس میگیرن فلان میکنم، دوست دارم بغلم میکنن، زن شوهر فلان، خیلی دوستم دارم. ولی واسه مثلا اوقات بیکاری آره باز اونها کلاب میرم، که الان 2 ماهی هم هست مشروب نمیخورم، کلاب هم دیگه دوست دارم برم، چون کلاب بدون مشروب فازی نداره، خب سر و صدا و هیاهو و اینا، ولی خب شما مشروب دیگه سعی میکنم کلاب هم نرم. آره فکر نمی‌کنی خیلی ها میخوان باید عکس بگیرن و فیلم بگیرن که یه جورایی نمیتونم بگم سوء استفاده، که از اسم تو استفاده کنم برای اینکه خودشونو بکشن بالا، حالا نمیتونم بگم دوست داشتنیه، ولی خب حالا بیرون که میری والا حقیقتش اینه که کسایی که ایرانیه که من بیرون میبینن فقط میان یه عکس میگیرن و برام آرزو بهترینا رو میکنن، متقابل منم همین کارو میرن، ولی خب خیلی باید من حواسم جمع باشه جایی میره، اولا که آدمی که بخواد با سیاست زندگی کنه، من تنها چیزی که تو زندگیم ندارم سیاسته، با سیاست آدمی که خورده شیشه داشته باشه باید بترسه، وقتی من همینی هم که هستم کار خطایی نمی کنم نمی ترسم، حالا میخواد مثلا بگه فیلم نمیدونم بغل تو بغل وحید خزایی با فلان دختر فقط تو پیج من، نه از این کسا چیزی کسی نمیبینه، چون نیستم اون داستانا رو دیگه ادامه نمیدم که کسی بخواد ببینه، همینی هم که هست. پیگیری نمی کنی وحید از چیزای بدت میاد و میترسی دنبالش نمیری؟ به غیر از خدا از چیزی ترس ندارم. وای جان میدونی تلویزیون ما یه تلویزیون مستقله، به خاطر میخوام آزادت بذارم برای اینکه هر چی که دلت میخواد بگی، نمیخوام زیاد وقت رو بگیرم، میدونم نه هر چی که دلم خواسته رو گفتی. الان گفتم چیز خاصی آره، فقط شما هر سوالی داری بکن حتما. خب یه مقدار از پلنایی که برای آیندت داری بگو، فقط منتظر اینی که کار درست شه ایران بری یا نه اینکه میخوای فعلا همینجوری ادامه بدی؟ ببین الان خیلی ها راستی سوال خوبی کردی، به من میگم وحید خب باشه تو این اینستاگرامی فلانی خونه، هدفت چیه؟ والا من هدفی نداشتم، هدفم این بود که تو زندگی عادی خودم رو داشته باشم. خب آره پیش اومد و زندگی من چرخید، قشنگ چرخید، من هرچی هدف داشتم اونجا گذاشتم زمین، الان دنبال یه هدف جدیدم. خب ولی اول باید این مشغله فکریایی که دارم خارج بشه تا به حدی مثلا یه کاری بیزینسی چیزی رو شروع کنم، یعنی هدفدارانه دوباره زندگی کنم، بس الان اون شرایطی که میخوام اوکی نیست، میدونی مثلا درگیری ذهنی. خب اوکی اگر ایران رفتن ما جور نشد که ایشالله بشه، خب دیگه میرم تو اون کشوری که میخوام دیگه زندگی کنم، خب زندگی میکنم، دومین کاری که کارم رو شروع میکنم و مثل یه آدم عادی من یه آدم معمولی قشنگ راه زندگی رو میکنم دیگه، مثل یه آدم به هدفم میرسم زندگی، حالا ایشالله تشکیل خانواده بچه نه. تا وقتی هم که وحید خزایی زنده است فکر کنم اینستاگرامش باز بشه، منم امیدوارم به هر چی که دلت میخواد برسی.
بودم یه سریال این قسمتی شده غریب فضایی. پس تا آخرین لحظه با آته. آره چون دیگه متعلق به خودم نیستم. کسایی هستن که از من انرژی میگیرن. من دم نمیخوام. آره دوستم انرژی رو قطع کنم. چون واقعا بینه دیدم بینه دارم میبینم دایرکت و فلان و هزار تا چیز دیگه. بس نمیتونم. چون روزای سختی من بودن. خب الان وحید خزایی اوکی کارش اوکی شد این کشورش این فلان این بیسار ولشون کنه بره. خب من نامردیه. من هیچ وقت ولشون نمیکنم. شاید یه تایم کم در پست بذارم ولی اون پستری که در روز باید بذارم واسه انرژی دادن و مطمئن باشید بذارم. فرید به نظرت با انجام این مسابقه چه روندی تو زندگی چیزی تغییر میکنه یا نه همه چی عادی پیش میره؟ یعنی سوالای زیادتری به نظرت تو ذهن مردم پیش میاد یا نه؟ با این مصاحبه من گفتم برجو من خیلی از شبکه‌های مافارینی که گفتی اولین مصاحبه واقعیت بود من طالب شبکه مصاحبه کردم چون شبکه شما خیلی مردمی میدونم خیلی ببین شبکه بی سیاستیه میدونی دنبال حاشیه نیست تمام شبکه‌های دیگه مثلا دنبال الان من وحید خزایی چجوری به شما بگم الان مثلا من ظرفام یه مایه ظرفشی پیر میشستم خب بالای 10 میلیون پیلو میدیدن خودشو تبلیغ همین گفتن اسپانسرته ای بابا بابا پیل مایه خب و هر کسی مثلا دنبال منافع خودش بوده یا مثلا من تو شد چون من الان هر جا برم آقا نمیدونم هر کاری بکنم تو برنامه تلویزیونی پر مخاطب ترین میشه چون خیلی میگن ای وحید خزایی یا اینجوری بود میبینن ولی هدفم این که با شما اومدم واسه اینم من که دنبال چیزی نبودم حالا دوست داشتم توی شبکه تلویزیونی که خودم قلبا دوستش دارم شبکه خوبی صحبت کرده باشم حالا عشقام هم یه عشقی بکنم وحید فکر نمی‌کنی اگه خیلی جات بودن همینی که گفتی پول در میآوردن برای تبلیغ به نظر من فکر بدی نیست چرا فکر می‌کنی که مثلا بده خب من اگه قرار باشه تبلیغ کنم حقمه من قرار باشه هر کاری چون داری دیده میشی طبیعیه منه آره حق طبیعی منه من سختی زیاد کشیدم آوارگی شدم بیچاره همین چرا سختی میکشم به قول خود گنج قانم باشه تمام میشه خب ولی با این که میدونم حقمه دوست دارم پیجم همون پیجی باشه که دوستش دارن همون پیجی باشه که اگه قرار باشه کاری انجام بدم مثلا به فرض من فردا میخوام برم آپارتمان سازی شروع کنم برج بسازم اوکی خب کار خودم میدونی چی دارم میگم مثلا کار خودمه عشقا من فلان کار دارم دقیقاً برجام میتره که دیگه همینجوری صف میکشن اسم برجام میتونیم بذاریم وحید خزایی آره دیگه همینجوری خیلی هم عالی امیدوارم به تک تک آرزوات برسی هر جا که دنیا که دوست داری باشی عزیزم ان شاء الله همچنین شما سلامت باشی وحید جان نمیخوام زیاد وقتتو بگیرم عزیزم میدونم حالا تایممون هم هم نمیخوره فقط دوست دارم هر چی که دلت میخواد آخر برنامه به بیننده خوبمون تو تلویزیون دریم لند بگی هر چی که دلت میخواد اول اینکه براتون بهترین آرزو میکنم مطمئنم بیننده های خیلی زیادی داریم شبکه شما خیلی زیاد خیلی محترم چون شبکه محترم محترمه بیننده های تلویزیون شما خیلی تلویزیون خیلی خوبی دارید شخص خانم بهار که خودتون باشید عالی هستی پر انرژی خوبی حاشیه دستن در کنه محترمتون واقعا تلویزیون خیلی دوست داشتنی هستید اینو من به جدی دارم میگم همه دوستتون هم و بیننده های محترمتون هم که وحید خزایی میخواه که پاتون هم خیلی عشقی براتون بهترین ها رزو میکنم ایشالله تو لحظه لحظه زندگیتون همیشه لبخند و لباتون باشه همیشه هیچ مشکلی براتون پیش نیاد و تو اوج مشکل هم همیشه به خدا توکل کنید سعی کنید به مشکلات همیشه بخندید من به شخص تجربیات خودم دارم میگم تو اوج ببین اگه کوه بود میترکید به خدا تو اوج کوه میگم قم من همیشه خندیدم باشه میگم خدا بزرگی حل شده رفته براشون برای مخاطبین برنامه گلت بهترین ها رو آرزو میکنم یعنی دوست دارم که بهترین ها برسن چون قلبا یقینا لایق بهترین ها به همچنین وای جان ما هم هممون برات بهترین آرزو داریم و دوست داریم هر جا که دوست داری هر جا که قلبت اونجاست دلت اونجاست اونجا باشی عزیز دلم قربونت برم ولی حتما یه سر بعد یه روز استرالیا ببینم تو من نزدیک ان شاء الله حتما چرا که نه یه مسابقه حضوری میکنیم وای جان وقت تو نمیگیرم حرفی در آخر فدای تو بشم عزیزم در آخر همون نارضی که واسه بیننده‌هات که هم واسه اشخام بکنم با اجازهتون چون اشخام قطعا میبینن خیلی دوستتون دارم واقعا از ته قلبم میگم اشخام واقعا از ته قلبم میگم عاشقتونم
بعد برای شما بهترین آرزو میکنم، شما هم لایق بهترین هستین و اینکه همیشه لبخند لباتون باشه. واسه ما هم دعا کنید که همیشه دعای شما پشت من بوده. دوستان همیشه بخندید، هپی، اوکی، بین جلو به مشکلات همیشه بخندید، همین. عالی وای جان، برات بهترین آرزو رو دارم و وقتتو نمیگیرم. شب و روزت خوش. بعدت بشم از شب و روز شما هم خوش. خدا نگهدارت عزیزم، به بچه های پشت صحنتون لطف داری عزیزم، عزیز دلی، موفق باشی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.